سلام امیدوارم حالتون خوب باشه میخوام یک فصل جدید رو در دوره آموزش برنامه نویسی آردوینو با کمک کیت ایرانستیم و نرم افزار پیکتو شروع کنیم عنوان این فصل هست ورودی آنالوگ یعنی تا اینجا دوره ما با خروجی دیجیتال کار کردیم از آردوینو خروجی صفر و پنج ولت میگرفتیم یا صفر و یک ورودی دیجیتال رو کار کردیم به آردوینو ورودی صفر و یک یا صفر و پنج ولت میدادیم و برنامه نویسیش میکردیم بعد اومدیم سراغ خروجی آنالوگ یا ام و گفتیم که ما میتونیم بین صفر تا پنج عدد از 6 تا پایه آردوینو خروجی بگیریم که اون رو به صورت ولتاژ دیدیم که مثلا میتونستیم نور الیدی رو کم کنیم زیاد کنیم یا خیلی کارهای مختلفی که توی فصل قبل انجام دادیم حالا توی این فصل میخوایم در مورد ورودی آنالوگ صحبت کنیم که دیگه بین 0 تا 255 نیست بین 0 تا 1023 یعنی به اندازه 1024 عدد آردوینو میتونه از ما ورودی آنالوگ بگیره که این رو به صورت ولتاژ در واقع از ما دریافت میکنه که حالا تو این جلسه مفصل در موردش صحبت میکنیم پس یک نکته ای که یاد میگیریم اینه که در واقع خروجی آنالوگ یا پی دبلیو ام آردوینو 2 به توان 8 هست اما ورودی آنالوگ آردوینو 2 به توان 10 هست و تو این جلسه یاد میگیریم که اینا رو در واقع چجوری به هم ارتباط بدیم. لطفا این جلسه رو با دقت ببینیم. خب تو این فصل از دوره ای آموزش آردوینو میخوایم در مورد ورودی آنالوگ صحبت کنیم خب تا اینجا دوره ورودی و خروجی دیجیتال رو یاد گرفتیم گفتیم که همه پایه های آردوینو یعنی از پایه دو تا سیزده و همچنین پایه های آسرف تا آ5 قابلیت برنامه نویسی به صورت دیجیتال رو دارن هم ورودی هم خروجی توی کد ما اینجا مثلا میتونستیم پایه شماره دوازده رو های کنیم یا لو کنیم و وقتی که این های و لو یا صفر و یک رو برنامه نویسی میکردیم روی پایه دوازده این LED روشن میشد و اینجا صفر و پنج ولت حالا یه مقداری از این ولتاژ کاهش پیدا کنه ولی خب ما به صورت حداقل حداکثر ولتاژ رو که در نظر بگیریم میشه صفر و پنج ولت یعنی موقعی که خاموشه اینجا صفر ولته و موقعی که روشن میشه میشه 5 ولت حالا گفتیم که بعضی از پایه های آردوینو میتونن به صورت خروجی آنالوگ برنامه نویسی بشن پایه هایی که این علامت آی با کلا کنارشون هست اینا رو ما میتونیم به صورت آنالوگ هم برنامه نویسی میکنیم پس اینو من این در واقع مقاومت رو میارم اینجا پایه 11 این هم اینجوری میچسبونیمش و بعد توی کود دیگه این بلوک میاد کنار خب و این بلوک رو میذارم داخلش میگم پایه شماره 11 رو مثلا با پنجاه تا خب و استار سیمولیشن رو میزنم حالا ببینید اینجا به صورت آنالوگ اولا ولتاژش یه مقداری بیشتر از صفره و نور الیدیمون کمه حالا هر چقدر این عدد بیشتر میشه ولتاژمون به اون 4 ولت نزدیکتر میشه و نور الیدی هم بیشتر میشه مثلا میذارمش 200 و استار رو میزنم اینجا ولتاژ افزایش پیدا میکنه مثلا شد 3 ولت و بعد نور الیدی بیشتر بشه و گفتیم که حد اکثر عددی هم که اینجا میتونیم بدیم 255 و و شماره است که اینجا بیشترین نور الیدی همون چهار و دهم ولتاژ که اینجا میبینید داریم در واقع پایه شماره 11 رو به صورت آنالوگ برنامه نویسی میکنیم خروجی آنالوگ در مورد خروجی ها در مورد ورودی های دیجیتال هم که چندین جلسه مفصل صحبت کردیم کلید پوش در واقع سمبل ورودی دیجیتال آردوینو بود که سیمکشی هاش رو انجام دادیم حالا موقعی که ما اینجا میایم و برنامه نویسیش رو به صورت شرط انجام میدیم ببینید اینجا به صورت شرط میام و میگم که اگر پایه شماره مثلا دورو رو به صورت دیجیتال خوندی و برابر یک بود یعنی یه 5 ولت این 5 ولت رو از اینجا دریافت کرد یه کاری انجام بده مثلا ما گفتیم پایه شماره 10 رو حالا بکنمش 11 پایه شماره 11 رو به صورت دیجیتال روشن و خاموش کنه اینجا استار سیمولیشن رو که بزنم ببینید الان اینجا خاموش این LED 0 ولت به محض اینکه این رو فشار میدم داریم یه 5 ولت میفرستیم به آردوینو میبینید اینجا رو دقت کنید یه 5 ولت میفرستم به آردوینو و این LED روشن میشه به صورت دیجیتال حالا این در مورد ورودی و خروجی دیجیتال و خروجی آنالوگ بود حالا باید در مورد ورودی های آنالوگ آردوینو هم صحبت کنیم که میشن این پایه های آصف تا آپنج این پایه های آردوینو نو که آصف تا آپنج هستن میتونن ورودی آنالوگ از ما دریافت کنند حالا ورودی آنالوگ به چه صورته خب طبیعتا وقتی که ما همه چیز رو اینجا به صورت ولتاژ داریم می‌بینیم خب باید ورودی آنالوگ هم یه چیزی از جنس ولتاژ باشه یعنی اگر ما مثلا اینجا 5 ولت ورودی بدیم به این پایه شماره a خب انگار بیشترین یا حد اکثر ورودی آنالوگ رو بهش دادیم می میکنیم مثلا ما میتونیم اینجوری میایم 5 ولت مثلا با یه تیک سیم اینجوری من استاپ رو بزنم با یه تیک سیم اینجوری 5 ولت میخوام بدمش به این A1 آی این میشه حد اکثر ورودی آنالوگ که دقیقا برابر دیجیتال دیگه یعنی همون 5 ولت حالا اگر بخوایم هی کمترش کنیم یعنی ولتاژ کمتری به آی آیک 1 بدیم باید مقاومت سر راش بذاریم دیگه اینجا مثلا من میام از این مقاومت استفاده میکنم یه مقاومت میذارم سر راش خب حالا همین مقاومت رو با یه سیم قرمز وصل میکنم به 5 ولت درسته و طبیعتا این پایه آیک باید با یه مقاومت به زمین هم وصل شده باشه دیگه چون الان داریم یک مقاومت رو با آردوینو سری میکنیم اگر این مفاهیم سری کردن و مقاومت و این چیزها رو بخواید خیلی دقیق تر یاد بگیرید باید به دوره یه آموزش الکترونیک ایرانستی مراجعه کنید الان من دارم یک مقاومت رو با آردوینو سری میکنم و اینجا نیاز داریم که این رو بزنیمش به زمین حالا رنگ سیماش رو هم که بهتره مشخص کنیم که کاملا واضح باشه این رو هم مثلا میذاریمش سبز خب حالا برای اینکه به شما نشون بدم میتونم یک اه... یه مولتیمتر هم بیارم بذارم اینجا مثبتش رو وصل میکنیم به اینجا به پایه شماره آ یک که ورودی آنالوگ آردوینو است. حالا داره چه اتفاق میفته؟ داره یک بخشی از ولتاژ خب میشه سهم این مقاومته و یه بخشی از ولتاژ میرسه به این آردوینو استار سیمولیشن رو میزنم ببینید الان سهم آردوینو شده دونیم ولت هر چقدر که این مقاومت رو من بیشترش میکنم سهم آردوینو کمتر میشه ببینید مثلا الان میذارمش 5 کیلو او این مقاومت رو که کردم 5 کیلو او سهم آردوینو ببینید چقدر کم شد شد 833 میلی ولت یا اگر بذارمش مثلا 4 ببینید معادل 1 ولت شد و هر چقدر هم که مقاومت رو کم میکنیم سهم آردوینو داره بیشتر میشه چون این آردوینو و مقاومت با هم سری شدن پس اینجا مثلا میذارمش روی 10 ببینید هر چقدر که این مقاومته داره در واقع اهمش کمتر میشه ولتاژ کمتری رو برمیداره و بیشتر ولتاژ میشه سهم آردوینو مثلا اگه اینجا بذارمش یک ببینید دیگه شد 5 ولت یعنی هیچ ولتاژی سهم این مقاومته نیست و همه ولتاژ داره میرسه به آردوینو حالا ما توی دنیای برق و الکترونیک که نمیتونیم بیایم اینجوری مقاومت‌ها رو ای تغییر بدیم یعنی ورش داریم یا مقامت دیگه بذاریم برای این کار باید از مقاومت‌های متغیر استفاده کنیم که یک قطعه بسیار بسیار مهم توی دنیای الکترونیک هست انواع و اقسام داره توی سنسورها مفصل در موردش صحبت می‌کنیم در واقع سنسورهایی که به آردوینو وصل میشن و به صورت آنالوگ هستن در واقع یه جور مقاومتن یعنی مقاومت متغیرن حالا مقامتشون با مثلا نور تغییر میکنه یا مقامتشون با دما تغییر میکنه که اونا رو مفصل در موردشون توی فصل سنسورهای آنالوگ صحبت میکنیم که فصل بعدی همین دوره آموزشی است ولی اینجا برای ورودی آنالوگ خب ما میتونیم از مقاومت متغیر استفاده کنیم یک قطعه که گفتم بسیار بسیار مهم هست توی انگلیسی بهش میگن پوتنسیومتر یا ولیوم توی فارسی هم که بهش میگی مقاومت متغیر که انواع اقسامش رو اینجا میبینید مکانیزمش هم اینجوریه یک نوار مقاومتی داره اینجا خب که یک سرش به گراوند یا جی وصله یک سرش به مثبت 5 ولت حالا هر ولتاژی توی آردوینو ما اینجا وصلش میکنیم به مثبت 5 ولت بعد اینجا خروجیش با این ولومه میچرخه با این حالت چیزی که توی زبط ها و اینا خیلی دیدیمش این سیاهایی که میچرخه میزانی که درگیر این مقاومت میشه کم و زیاد میشه دقت کردید و بعد طبیعتاً یک مقاومت متغیره دیگه یک مقاومت متغیری که مقامتش داره تغییر میکنه و دقیقاً همین رو ما توی تینکرکت هم داریم توی دوره قطع شناسی الکترونیک هم که در مورد این پتانسیومتر صحبت کردیم میتونید به اون دوره هم مراجعه کنید اینجا پتانسیومتر رو از توی تینکر کرد برمیدارم میارمش اینجا اگر خواستید کامل بچرخونیدش با این دکمه کامل میچرخونیمش و اینجا قرارش میدیم حالا ببینید ترمینال دو داره ترمینال یک داره و ویپر ویپر که همین پایه وسط هست خب ولی این ترمینال 1 و 2 رو ما میتونیم هر کدومش رو خواستیم به 5 ولت بزنیم هر کدومش رو خواستیم به GND بزنیم الان مثلا من با سیم صورتی این ترمینال 2 رو میزنم به 5 ولت با سیم مشکی ترمینال 1 رو میزنم به GND و با رنگ سیم دیگه مثلا سبز ویپر رو وصل میکنیم به هر کدوم از این پایه های آ آ تا آ آردوینو مثلا من وصلش میکنم به پایه آ دو خب و حالا اینجا دوباره میتونیم از مولتیمتر استفاده کنیم اینجا استار سیمولیشن رو که بزنم خب الان میبینید که داره به اون صفر ولت نشون میده و اینجوری هر چقدر که میچرخونیمش به سمت 5 ولت میره میبینید 5 ولت و 0 ولت حالا اگر اینا رو برعکس کنم چی میشه ببینید مثلا این سیم مشکی رو من پاکش میکنم اول استوپ بزنم این سیم مشکی پاک این سیم صورتی هم پاک برعکس میزنمش جهت پتانسیومترتون عوض میشه ببین الان شد 5 ولت دفعه قبل اینجا صفر بود اینجا 5 ولت حالا این دفعه برعکس شد پس هیچ فرقی نمیکنه توی پتانسیومترا که ترمینال یک ترمینال یک رو بزنید به جی ان ترمینال دو رو بزنید به 5 ولت یا برعکس تنها سیمی که باید حتما درست وصل بشه سیم پایه وسط هست ویپر که حتما باید اینجا به درستی وصل بشه به پایه های آنالوگ آردوینو حالا میریم سراغ برنامه نویسیش ببینید توی کود نویسی ما یه بلوکی داریم توی اینپوت که میگه که به صورت آنالوگ پین های A0 تا آ 5 رو بخونه دقت میکنید این رو میارمش اینجا این رو برش میدارم حالا همون پایه یازده که به صورت در واقع آنالوگ قابل برنامه نویسیه به صورت خروجی آنالوگ قابل برنامه نویسیه رو من میذارم داخلش میذارم کنار اینو میذارم اینجا بعد اینجا گفتیم که بین صرف تا 255 یعنی 2 به توان 8 عدد ما میتونیم اینجا قرار بدیم حالا به جای اینکه اینجا یه ای عدد مشخص رو وارد کنیم میتونیم این بلوکر بذاریم داخلش یعنی بگیم که پایه آنالوگ A2 آردوینو رو بخونه و هر عددی بود به همون میزان این LED رو نورش رو تنظیم کن حالا استارت سیمولیشن رو بزنم ببینید چه اتفاقی میفته خب الان اینجا ما یک پتانسیومتر داریم یا مقاومت متغیر که اینجا حداکثر نور LED مون رو داریم با 5 ولت خب که اینجا میبینیدش ولتاژش رو هم دارین میبینید حالا من اینو میشرخونمش ببینید اینجوری میارمش پایینتر هی داره ولتاجش تغییر میکنه یعنی عدد کمتری رو داره ارسال میکنه و اینجا هم نور الیدی کمتر میشه ولی یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که باید خیلی بهش دقت کنید ببینید اینجا شروع میکنیم میایم تا اینجاها و نور الیدیمون حداکثر میشه و بعد دوباره الیدیمون اینجاها خاموش میشه میبینید اینجاها داره خاموش میشه علت این چیه علت این که این اتفاق میفته اینه که برخلاف خروجی آنالوگ آردوینو که دو به توان هشت بود ورودی آنالوگ آردوینو دو به توان دهه یعنی بین صفر تا ده بیست و سه عدد مختلف رو اینجا ما میتونیم به صورت آنالوگ به آردوینو وارد کنیم حالا دقیقا اینو اگه بخوام بهتون نشون بدم ما میتونیم بیایم و از 7 uh, سیگمنت استفاده کنیم 7 سگمنت رو اینجوری ب... میاریمش حالا توی کد نویسیش میگم که توی بلوک برای همیشه میگیم که این در واقع روی LCD اینجا ما میگیم که نمایش بده بمون مقدار آنالوگ شماره آ2 رو پای شماره A2 که به این وصل شده رو میخواد بهمون نمایش بده. استار سیulationشن و اینجا می بینید که 5502 رو داره نشون میده و اینجا ببینید از صفر شروع میشه تا 10۲ و 23 میید از صفر تا ده 200 این بسیار نکته مهمیه این که ورودی آناللوگ آدوینو بین صفر تا دو بین صفر تا ده بیست و سه است. یعنی به عبارت دیگه ده بیست و چهار حالت مختلف که همون میشه دو به توان ده دو به توان ده حالا اینکه چرا این متفاوته رو اینا شما باید خودتون تو اینترنت سرچ کنید ببینید که چرا عددی که برای ورودی آنالوگ در نظر گرفتن با خروجی آنالوگ متفاوته شاید به خاطر دقت بالاتر بوده یعنی اون کسایی که این مبانی الکترونیک رو ساختن احتمالا ورودی آنالوگ رو به دلیل دقت بالاتر یک محدوده بزرگتری رو براش در نظر گرفتن من اینجا میتونم برای اینکه این, این الیدیا رو در واقع چهار بار روشن خاموش نشه بیایم چیکار کنیم بیایم و این میزانش رو تقسیم بر چهار کنیم دقت کردید اینجا از بلوک های ریاضی میتونیم استفاده کنیم بیایم اینجا بگیم که این عدد هر چقدر هست تقسیم بر چهار بشه تقسیم بر چهار اینو میذارمش داخل اینجا دقت کردید تقسیم بر چهار اینجا علامت درصد رو گذاشته بودم تقسیم بر چهار و میتونیم این عددا هم تقسیم بر چهار کنیم یعنی اینجا ببینید اینم میذارمش اینجا اینجا هم تقسیم بر چهار بشه خب حالا استار سیمولیشن رو بزنیم و اینجا میبینیم که دیگه پتانسیومترمون درست شد یعنی اینجا شد برابر صفر اینجا شد برابر 255 و پنج و پنج. یعنی حد اکثر نور LED دقت کنید همه چیز رو هم که با انواع و اقسام مولتیمترها دارم بهتون نشون میدم که مفاهیم رو خوب درک کنید پس تو این جلسه با مفهوم ورودی آنالوگ توی آردوینو آشنا شدیم یاد گرفتیم که همه ی این سنسور هایی که در ادامه ی این دوره آموزشی در موردشون صحبت میکنیم در واقع ورودی آنالوگ به آردوینو میدن از جنس ولتاژ خب این سنسور مثلا رطوبت هست این سنسور شیپ هست سنسور دما سنسور مثلا اولتراسونیک سنسور پی آر که قبلا در موردش صحبت کردیم سنسور فوتورزیستور یا دی آر اینا همه در واقع دارن با کم و زیاد کردن ولتاژ خب یک ورودی آنالوگی رو به آردوینو میفرستند که ما اینجا گفتیم که یکی از مهمترین قطعات الکترونیک برای دادن ورودی آنالوگ به کل میکروکنترلر و به آردوینو این پتانسیومتر هست این پتانسیومتری که در واقع بهش میگیم مقاومت متغیر حالا من اینا رو پاک میکنم که یه مقدار خلوتتر تر بشه سیمکشی هامون ببینید این رو اگر بخواید سیمکشی هاش رو انجام بدید پایه وسطش رو میزنید به یکی از ورودی های آنالوگ آردوینو این ترمینال یک و دو رو هم هر کدومش رو که خواستید میتونید بزنیدش به جی و پنج ولت فقط یادتون باشه که این جهت چرخشش این ولومش موقعی که میره به سمت پنج ولت یعنی اگر این ولی باشه حد اکثره و موقعی که میره به سمت GND یا منفی حد دقت کردید و از نظر کد هم که این بلوکش رو یاد گرفتیم و یاد گرفتیم که این معادل ده بیست و سه عدد مختلف داشت و ما برای اینکه بیاریمش تو بازه 0 تا 255 تقسیم بر چارش کردیم حالا بریم سراغ کیت آموزش آردوینو و همین مفاهیم رو توی پیکتوبلاکس و روی کیت به صورت عملی تمرین کنیم خب همینطور که تو تصویر میبینید این کیت آموزش آردوینو ایران استیم هست که اگر شما خواستید میتونید از سایت ایرانستیم.com تهیهش کنید ما تا اینجا یه دوره با پین های ورودی و خروجی دیجیتال کار کردیم که این ردیف بودن بعد اومدیم سراغ پین های مربوط به خروجی آنالوگ یا پی آردوینو و حالا رسیدیم به پین های مخصوص ورودی آنالوگ که میشن پایه های A0 تا A5 روی آردوینو اونو ببینید توی این قسمت قرار داره A0 تا A5 که توی کیت سیم کشی شده و اومده اینجا برای اتصال راحت حالا برای اینکه ما به ورودی آنالوگ آردوینو دستور بدیم یا فرمان بدیم باید ولتاژ رو کم و زیاد کنیم بین صفر تا 5 ولت ولتاژ رو اگر کم و زیاد کنیم در واقع داریم ورودی آنالوگ میدیم به آردوینو که برای این کار گفتیم باید از این مقامت های متغیر استفاده کنیم که یه جورایی سمبل ورودی آنالوگ هستن این های پوش باتن سمبل ورودی خروجی ورودی دیجیتال بودن این مقامت متغیرها به دلیل اینکه میتونن در واقع ولتاژ رو برای ما کم و زیاد کنن سمبل ورودی آنالوگ و من یه نمونه از اینا رو هم که بخوام بهتون نشون بدم ببینید این پتانسیومتر یا مقاومت متغیر هست که یک در پوش پلاستیکی داره و یک فلز اینجا هست که ما میتونیم بچرخونیم سه تا پایه هم داره یکی شما مثلا میتونیم بگیم ترمینال یک سمت چپی رو بگیم ترمینال دو یا برعکس فرق نمیکنه فقط نکته مهم اینه که پایه وسطش میشه ویپر که در واقع متصل میشه به ورودی های آنالوگ پس این یه پتانسیومتر بود که اینجا دوتاش قرار گرفته حالا ما اگر بخوایم سیم کشی اینا رو انجام بدیم باید ترمینال یک رو مثلا بس کنیم به 5 ولت خب فرقی هم نمیکنه میتونیم ترمینال یک رو بزنیم به جی اندی. ترمینال دو رو من الان میزنم به جی و اینجا یه تیکه سیم دیگه بر می داریم و پایه ویپر رو وصل میکنیم به یکی از ورودی های آنالوگ خیلی هم دقت کنید که اینا دقیق سر جاشون قرار گرفته باشن و اتصالشون برقرار باشه حالا ببینید ما اینجا وقتی که این رو اینجوری میچرخونیم میاد به سمت 5 ولت ببین میاد به سمت جی دی پس اینجا صفره هر چقدر که اینو به سمت راست میچرخونم میبرمش به سمت 5 ولت دارم ولتاژ بیشتری رو به آردوینو میفرستم و آردوینو این ولتاژی که ما داریم براش میفرستیم رو تفسیر میکنه بین صرف تا 10 یعنی به اندازه 10 یا 1024 و و عدد مختلف رو از این ورودی آنالوگ دریافت میکنه و حالا مثلا میشه باهاش تجهیزات مختلف الکترونیکی رو رو اندازی کرد مثلا من اگه بخوام نور این LED رو کم کنم اول باید این کاتودش رو وصل کنم به GND حالا مثلا این LED قرمز رو میخوام وصل کنم میزنمش به این پایه R اول اینجا به 5 ولت میزنمش ببینم روشن میشه بله روشن میشه حالا برای اینکه بتونیم نور این LED رو کم و زیاد کنیم نمیتونیم از پینای دیجیتال استفاده کنیم حتما باید از PWM یا خروجی آنالوگ استفاده کنیم مثلا میزنمش به پایه شماره 3 حالا اینکه 3 روشن میشه علتش اینه که احتمالاً یک برنامه‌ای از قبل روی آردوینو بوده که پایه شماره سه دستور داشته یعنی از قبل حالا من نمیدونم چه برنامه روی این بوده که پایه شماره 3 دستوری داشته پس اینجا داره در واقع یه پارسی رو میفرسته که این باعث شده روشن بشه حالا میتونیم پایش رو عوض کنیم مثلا ببینید اینجا بزنیمش به 9 دقت میکنید بزنیمش به پایه 9 یا 10 اینا دیگه دستور ندارن هرچند یه بارم که دستور جدید رو روی این آپلود می‌کردیم این درست می‌شد ولی این دو تا پایه اول انگار از قبل دستوری داشتم حالا الان سیمکشی اون آماده است LED قرمز متصل پتانسیومتر اونم در واقع سیمکشیش انجام شده حالا بریم سراغ پیکتو بلاکس خب توی پیکتو بلاکس اولین کاری که میکنیم برد آردوینو اون رو انتخاب میکنیم بعد یو اس پی که آردوینو اون بهش متصله رو باید انتخاب کنیم الان من میدونم که به یو اس پی شماره 8 کامپیوترم متصله پس اینجا کانکت رو میزنم و بعدش برای اینکه این بلوک های آردوینو قابل استفاده باشن ببینید این روشن بشه باید بذاریمش روی مود آپلود و اینجا در واقع برنامه نویسی خود آردوینو کسی پلاس پلاس هست اینجا آماده میشه و ما هر چی کد اینجا بنویسیم خب این برنامه در واقع خود پیکتو بلوکس ترجمهش میکنه این برنامه نویسی بلوکی رو تبدیل میکنه به زبان برنامه نویسی آردوینو و بعد آپلود رو میزنیم و کد رو روی کیتمون آپلود میکنیم حالا ما تو این جلسه میخوایم با این بلوک رید آنالوگ پین کار کنیم که میشه بخوان پایه آنالوگ a تا A5 رو که توی زبان برنامه نویسی بلاک بیس بسیار مهمه ببینید اینجا توی بخش وریبل ها این بلوک های متغیر به صورت بیزی هستند شکلشون با این بلوک های دستوری که توی جلسات قبل کار میکردیم فرق میکنه ببینید اینا بلوک های دستوری هستن اینجا قرار میگیرن اما این بلوک های بیزی شکل متغیر باید تو این قسمت خالی بقیه بلوک ها قرار بگیرن پس ما اینجا میتونیم از این بلوک پی استفاده کنیم پوتانسیومترمون رو الیدیمون رو متصل کردیم به پایه شماره ده پس من اینجا ده رو انتخاب میکنم و اینجا بجای که یک عدد مشخص رو بدیم این جلسات قبل میان میگیم پین آنالوگ پایه آ چهار که متصلش کردم رو بخون و به جای پی ازش استفاده کن حالا اینجا اگر بذاریمش یک بار کدوم ران میشه باید بذاریمش توی یک بلوک برای همیشه تا بارها و بارها این کار رو انجام بده حالا وقتی که این برنامه نویسی انجام شد ما میتونیم اینجا آپلود کد رو بزنیم تا کدمون روی برد آپلود بشه حالا میبینید داره آپلود میشه بعد پیغام موفقیت آمیز بودن کد حالا بریم روی کیت ببینیم ببینید اینجا الان این LED اینجا حد اکثر نورشه بعد وقتی که میرسه اینجا نورش کم میشه و خاموش میشه و بعد دوباره به حد اکثر نور میرسه و چهار بار این اتفاق میفته که اینجا دیگه خاموش میشه علتش چیه؟ علتش اینه که این به اندازه 1024 تا عدد رو داره به صورت ورودی آنالوگ میفرسته در صورتی که خروجی آنالوگ یا PWM به اندازه 256 تاست پس ما 1024 رو باید تقسیم بره 4 کنیم پس برمی گردم به پیکتو بلاکس اینجا این بلوک رو میارم بیرون از بلوک های اپراتور استفاده میکنم اینو میذارم داخلش و بعد میگم این عدده هر چی بود تقسیم بره 4 بشه دقت این تقسیم بر چهار بشه حالا آپلود کد رو دوباره بزنین این کدمون درست خواهد، کار خواهد کرد ببینید الان اینجا کامل LED خاموشه بعد این اینجوری وقتی میچرخونیمش LED داره لحظه به لحظه نورش بیشتر میشه تا دیگه به حد اکثر نورش میرسه اینجا انگار 5 ولت رو بهش وصل کردیم دقت کردید پس این میشه در واقع ورود ورودی آنالوگ حالا اگر بخوایم عدد این رو توی این سگمنت هم ببینیم میتونیم این 7 سگمنت هم یه جورایی متصل کنیم من یک سیم ور دارم برای اتصال GND یا GND و مثبتش مثبت 5 ولتش ببینید رو خیلی با دقت متصل میکنم بارها بارها از این 7 سگمنت استفاده کردیم توی جلسات قبل اینجا پایه کلاک و دیجیتال آوت رو میتونیم به همین مثلا دو و چهار بزنیم یا هر پایه که خودتون خواستید این پایه دو بعد یک پایه در واقع یک سیم بلندتر باید بیارم که بتونیم این رو متصل کنیم به پایه مثلا سه دیجیتال آوت رو میزنم به پایه سه چون همه پین های آردوینو قابلیت برنامه نویسی دیجیتال رو دارن ببینید اینجا سه دو و بعد یه دونه منفی دیگه الان کم داره که الان همه سیما متصل شدن حالا بریم توی برنامه نویسی پیکتو بلاکس اینجا از این بخش 7 سگمنت استفاده میکنیم اینو میذاریمش اینجا میگیم که اولش که کد ران شد پایه کلاک رو متصل کردیم به پایه دو پایه دیجیتال آوت رو متصل کردیم به پایه سه میبینید سه و دو سه دو سه. بعد حالا میگیم که اینجا این عدده رو به همون نشون بده اینو یه کلیک راست میکنم یه دوپلیکیت میذارمش داخل این میگم این عدده رو به همون نشون بده حالا میتونیم مثلا تقسیم بر چهارش هم نذاریم همین رو بذاریم داخلش و آپلود کد رو بزنیم خب کدمون آپلود شد میبینید که الان اینجا در واقع عددمون داره بین صفر تا 1023 جابجا میشه و الیدیمون چهار بار روشن و خاموش میشه پس توی کدنویسیمون میتونیم اینجا هم نمایشش رو بذاریم این عدده تقسیم بر چهار حالا اگر احیانا خواستید مثلا یه مقدار این لرزش این عدده رو بگیرید میتونید اینجا یه یک ده هم, هم یک بلوک مکس یک دهم ده که بنازید باعث میشه که این چون دقیق ثابت نیست یه مقدار این عددش قشنگتر میشه ببینید الان اینجا میبینید اینجا یه عدد ثابت تری مثلا اینجا دیگه حد اکثرش میشه 255 این وسط ها مثلا یه عدد 220 تقریبا و اینجاها میاد تا دیگه LED خاموش میشه و میشه صفر دقت پس اینجوری ما میتونیم در واقع از ورودی آنالوگ استفاده کنیم این مقاومت متغیر یا ولوم رو هم عددش رو روی 7 سگمنت ببینیم و هم نور این LED رو باهاش کم و زیاد کنیم امیدوارم خودتون بتونید کارهای خیلی جالبی رو با ورودی آنالوگ انجام بدید توی جلسات آینده هم در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد تا جلسه دیگه خداحافظ